اولش از حسام بدت می اومد آیا؟ آره. سلام مدرود خدا بر شما. امروز اومدیم یه کیوانه بگیریم آقای حسام خان. من اولین باریه که دارم توی کل کانالم کیوانه میذارم. توی حالش الان کیوت شلیک داری میکنی. آره. توی پیج حسام یه دونه استوری خود حسام گذاشت و سوال کردم بچه‌ها الان آبجوی شما رو دارن میارن. بعد مهدی گفت من دلستر بدون طعم میخوام، یارو گفت توبه داشتی صحبت میکنی، تا حالا کیوانه نذاشته بودی که یهو تو پیج شما سوال رو بچه ها پرسیدن، الان شما میخوای بپرسی. آقا اولین سوال نوشتن، یکی نوشته تو رو خدا زنگ بزنیم خوشحالم کنی. 0991 بقیهش رو نمیتونم الان میسته میدم تو ویدیو بیفته. زنگ بزن. الو الو سلام داداش، خوبی چطوری؟ الو سلام من از کافه زنگ. آقا خجالت نمیکشی شما شمارتو میذاری میگی زنگ بزن؟ یعنی چی آقا؟ شما تو کوئسچن باکس نوشتید تو رو خدا زنگ بزنید خوشحالم کنید. خوشحال چی؟ آقا بنده سمسنو هستم. حاجی هشمم. آقا برای شما میخوام یه فضایی رو براتون شبیه سازی کنم، آمادگی داری یا نه؟ چیکار کنی؟ یه فضا برات میخوام شبیه سازی کنم. گوشی رو بده من حاجی نشنه. ببین ما الان توی کافه ایم خب؟ یه حاجی روبرمون نشسته، این چهارمین بارشه که داره غذا سفارش میده و میخوره و هنوزم داره میخوره، غذا هم سفارش داده میخواد ببره با خودش، الان هم قرصشو خورد یا میزه هم روش. به نظر هدف حاجی چیه؟ به نظر من ایشون میخواد بخوره تا بمیره، قد پول داره، هدفش مرگه. آقا قربونت برم، توی ویدیو هم افتادی با تماس گرفتی اینجا آقا عشق من میخوری نزیارم آجه سر من آقا بگو مهدی پسن مهدی پسن با اگه من رو نمیشتنسی پسن جانم تو رو خدا تو زندگی ما رو خیلی یعنی تقریبا از 2000 از 2022 بعد تا 2023 زندگی من رو ساخته قشنگ من توی دوران خیلی تاثیرگذاری تو رو خدا برگردون. آقا بنده برمیگردم. چش شما دمت گرم. قربونت برم داداش. زنگ زدیم آقا. خیره شدی تو. آقا من تره ترسی این خواست خدا بود زنگ بزنم گفت برگرد به اون بوده. آخرین باری که زدی باشه جواب بده اینو. نمیخوام جواب بده. آقا دوست نداره دیگه، چی میخوای بشنم؟ نمیگیم. چند بار تو رابطه تا الان بودی؟ سره واقعا سره. تو که اصلا سیگما. تو که نه واقعا سیگما. من که اصلا دنبال تو بیشور که ستا بلند میکنی. تا حالا ستا نقطه دادی به کسی؟ ستا نقطه میتونه بتونه تک ستا نقطه نوشته باشی. منظورش این بوده که حالا هر چی به کسی دو بلش که حالا فکر نه درامه دریوری میکنی. آقا جنجالی هر کی سوال پرسیده دریوری ازت پرسیده. درامده چقدره اگه دوست داری جنجالی؟ تو گفتی مگه شما بیا نزدیکتر بنده آخه فرق میکنه. نه آقا بگو مثلا بالای این عدد هست مثلا. آقا نه من اینجوری جواب میدم، توی یوتیوب آقا محدودیت درآمدی نیست، هر چقدر بخوای میتونی در بیاری، ولی بستگی داره که ایدت چیه موضوعت چیه و چقدر تلاش یعنی تو هر چقدر بخوای میتونی درش بیاری. آره جدی میگی بند نمیشی؟ آجی تو دار یوتیوب فقط چیز نیست چیه؟ نه یه سری ها فکر میکنن یوتیوب کار اداریه، یعنی مثلا بله. فقط تو میتونی بیای تو یا فقط فلانی میتونی بیای تو، فقط MHS میتونی کسی میاد تو یوتیوب تاییدش کنه. واقعا کار ایشون خفنه. میدونستی که ایشون لوهای چیزو میده طلایی و نقره با دست مینویسه؟ جام قدیگه قهرمانان دیدی با لحیم میزنن این یوتیوب رو مزید. سوال بعد چرا مهدی PS چرا مهدی فیفا نیست؟ اینو میخوام اینجا بگم اصلا، ولی الان که مثلا 90 خورده کنم پشیمونم از اینکه چی گوشه. آقا مهدی به من گفته میخواد چی بذاره بگم. آره ببینیم بچه ها. آقا مهدی میگه میخوام چنل رو کنم مهدی خان اسمه. آره شما موافقید یا نه؟ هر کی موافقه چنل، هر کی موافقه ایموجی بادم جون بذاره، هر کی مخالفه ایموجی جوجه رنگی هست این جوجه رنگی کوچولو اونا بذار، مخالفا اون، موافقا بادم جون. مهدی جان میگه رو کی که راشی؟ یعنی مثلا از یکی خوشت میاد، حالا حتما نه که باش بری تو رابطه، حالا کلی خانومی که تو اینترنت دیدی یا جایی دیدی اگه دوست داری. خیلی خوب بیان کردم جواب داد. هیچ چیز خدا وکیلی من تو این چند سال دقیقی اصلا نگاه نمی کنم. ببین یه گرایشی داری طرف کلن به هیچی چیزی نداره، من یه همچین حسی از شما. نه شما اسکشوالی؟ حالا جیم اصلا دنبالش نمیرم، اصلا میاد اکسپلور خودم رو باید نشون بدم. آبا بیا نیامد. دیدی بچه ها یه خبر مهم، یه خبر مهم. حاجی رفت. حاجی رفت.
ویدیو فیک تا حالا گرفتی؟ مثلا یه جا ریاکشنت فیک باشه، مثلا یا پلن ریزی باشه، مثلا بگی واو یه عجب چیزی باشه. یه سری چیزا شده اوایل کار به خاطر اینکه آقا بالاخره ما مثلا میخوای یه ویدیو مردم بگیری، من مثلا میخواستم گلای شما ببینم، آقا میرفتم اول ویدیوها رو چک میکردم، بعد میومدم میگرفتم، چون 200 گل بود ولی یادم میرفت، چون یه بار چک میکردم، بعد یه جو مثلا نیم کل گل رو نمیدیدم، آ یه ذر اینجوری میزدم جلو، یعنی کلشو نمیدیدم. کارتو برش اولش از حسام بدت میومد آیا؟ آره جدی میگم آقا، بنده هم از مهدی بدم میومد اولش، عجیب غریب ازت بدم. چی داره بد چی سفارش دادی؟ خدای اونو بلند کن نشون بده به دوربین. آجی داشتم میگفتم که مهدی بعدم میومد اولش. آه اینو بگو. سر چه ویدیویی بود؟ سر ویدیو تتلو بود فکر کنم. نه تتلو، چون قبلش بعدم میومد به از به استوری گذاشتم ریدم به. آجی قبلش آخه یه سری ویدیو گذاشتم، تو تامنیلا رو برداشتی همونا رو دقیقاً تو پیس گذاشتی. من یه ذره بعدم اومد، من که تگم هم کرده بودی. اون زمان تتلو بابا اومدم بهش گفتم داداش من تو رو مهدی خیلی خوب برخورد کرد. آقا گفتم تو رو کردم. اصلا هر کسی بود اونجوری برخورد نمی‌کنه. مهدی اصلا خیلی متفاوت داشت. آره قبوله، مثلا یه سری از ایده ها رو من تو برداشتم ولی تگت نکردم، میرم تگ میکنم حتما. من نمیدونم چی شد خوب شدیم. خوبی تو بود که خوب شدیم. شاید اگه من بودم اون استوری تو می‌ذاشتی انقدر خوب نمی‌شدیم. قشنگ سایز چنده آبه چقمی؟ من سایزم لارج. جایی که زندگی میکنی دقیقا کجاست؟ مازندران، نمیگم دقیقه جاشو ولی بین ساری و گرگان میشه. قطب فرمانی سمسنوی علی زلزل، فقط یک حق انتخاب داری و زیرش نزن. تو مسخره جواب دادی ولی من خواهم که داشت کنم منطقه جواب بدم. آجی من خیلی نمیدونم، شما این میدونی بگید اینجوری میگیرن همین دست چپ و راست یه اصولی داره مثل اینکه یا اینجوریه نمیدونم کدوم خوب پخوردن. آقا من واسه گرفتن ویدیوهای مثلا کلاب دو نفر رو ترجیح میدم، ولی چون علی ایران نیست من ترجیح میدم، خب مثلا گزینه ای نیست، واسه ترجیح میدم که با حسام ویدیو بگیرم. اگه علی بود میگفتن دو نفر هر دوتا، چون همین علی کریمی آیا ما مجبوریم ما سمستون ویدیو بگیریم؟ شاید علی زلزله بیاد دیگه با این ویدیو نمیدونه. مهدی مشکلت با استریم نذاشتن چی؟ استریم خیلی چیز انرژی میخواد. قبول داری؟ علی زلزله واقعا کار سختی انجام میده. استریم همینجا خیلی انرژی میخواد. بس خیلی بعد فکر کنم بیشتر از یوتیوب صحبت کنی. خیلی. یعنی مثلا یکی کامنت میذاره یا دونیت میکنه تو ندیم جواب ندی یارو ناراحت میشه. بعد ببین کسی که از یوتیوب شروع میکنه بعد میره استریم نمیتونه مثلا من. ولی کسی که از استریم شروع میکنه میاد یوتیوب میتونه. خدای قشنگ گفتم. چون یوتیوب یه مقدار راحت تره. میتونی کلاً بچا نمیده دختر اینا ازش سوال نپرسید. سیگما. آره. میگه آیا اهل ساز زدن هستی؟ آره با خیلی ساز مخاطب. ساز. آجی من یادم یه داداش دارم، بعد دو تا ارگ داشتیم ما از ارگای کوچولوی اسب بازی. نه اینو گفت من یادم اومد. بعد ارگ می‌زدیم، من یادم ارگ داداشم خراب شد. بعد چون اون نمیتونست بزنه، منم ارگ خودم خراب کردم. چرا می‌خندی؟ آقا خدای اینو جواب بده. جدی دارم. ببه. اگه دختر بودی با حسام اوکی می‌شدی یا علی زنزری؟ یه چی دیگه گفته ولی من یه جور دیگه بگم. با حسام نمی‌شد. یعنی چی آقا من نمی؟ ای اصلاً خیلی گوشالی ولی اگه بخوای آقا از نظر چیز معاشرت رو اینا حساب کنی، به نظرم حساب کنی کیفیت زندگی دوره کامیونیتی فیفا بیشتر از کی خوشت میاد؟ کامیونیتی فیفا؟ من خیلی بچه ها رو نمیشنسیم. نه اوکی اونه که میشنسیم. آجی من تو کامیونیتی فیفا یه چیزی میخوام جدی بگم، تاپ تاپ هم علی و حسام نیستم. من کلا از کسای خوشم میاد که با لهجه خودشون میان جلو دوربین، واسه همین سینا رو خیلی دوست دارم. سینا اسپی واسه همین سینا و سینا رنگ یک دیگه رنگ دو سه مثلا مهم نیست. عالی. مهدی چرا مثل حسام خاکی نیستی؟ چه سوالی. من چرا
آقا احسان توی ویدیوش راحته. مثلا آقا هر چی دلش بخواد میگه فوش میده. آقا هر چی من مدلم اینجوری نیست. قرار نیست هر کی مثلا خودش خاکی بودنشو بره. آقا قبول داری ویدیوهای اول تموم ویدیوهای احسان بود ولی تو پی اس البته بعضیش. کلا 3-4 تا من فکر کنم ویدیو تو برداشتم. ضربه ایستگاهی تو میفورد برداشتم. کسافت تو بیفورد برداشتم. جزو اولین کسایی بودم که فامین کانتنت های خارجی از ما چند سال جلوتر بودن. آوردمشون تو کامیونیتی ایرانی. من فکر کنم تو مثلا نفر دوم شاید بلغاز که میاد. اینو خوبه سوال طولانی. آقا من دوست دارم با تشدید بلغاز دو آجی نمیخوام همین جوری بذارمش. مثل زخمکاری دو کردن اومده ریده. نمیخوام همینجوری بذارم. خیلی ریسکه. یه چی به شما بگم؟ وقتی یه چیزی خوبه، هی ازش بسازی. به نظر من از اون برای پشتمون افتادم. یه چیزای خوب بود نساختم کلا. ولی کانتنت‌های خفن جایگزین کن. بعد یه مدت طولانی اونا برگرده خیلی خفن‌تره. ایده‌ای که راجع به بلاغاز دو دارم اینه که بتونم بیشتر بیارمش تو دنیای واقعی. یعنی از تو اتاق بکشمش بیرون، بیارمش تو دنیای واقعی. اینجوری خفن‌تره. همین. تا حالا پشتم دیگه بعد گفتی مثلا مسی که مهدی پشتت بده، یعنی من پشتم بده. آره پیش میاد تو کلا تو کامنت پیش میاد. نه من هیچ وقت پشت سر بد نمیگم. من کلا پشت سر هیچ کس بد نمیگم. شاید مثلا یکی هم نشستم با خودت داشتم صحبت میکردم، آقا اسم یه یوتیوبر اومد که حالا باهاشم ویدیو گرفتیم، گفتی که آقا من خیلی سم باهاش حال نمیکنم، ولی اگه یاد باشه آقا گفتم که خب آقا این اخلاق خصوصیاتش اینجوریه. من حتی اونی هم که نمیشناسم پشت سرش حرف نمیزنم. مثلا گفتم این مهدی پیاس کسکشن نام فلان شده، چرا اومده فیفا گذاشته؟ آخه من برای چی اومدی فیفا گذاشتی؟ اصلا حرف من غیر منطقی، چرا مهدی فیفا میذاره ها؟ ولی اون لحظه انقدر از مثلا شده بودی، انقدر از جهتای دیگه رو آدم فشاره، اصلا بی دلیل یهو میبینی میگیری رو یکی. چرا به تیم یوونتوس علاقه داری؟ یوونتوس 2020 سر رونالدو. یوونتوس 2020 علاقه داشتم به خاطر اینکه تیم یه جوری چیده شده بود که اون بر کوادرادو، این بر الکساندرو می اومدن سان میگشیدن رو سر موراتا و رونالدو هدزه، اما یه هیگواین هم بود تعویض میومد، اصلا تیم سانکش بود. آخرین سوال، بدترین یوتیوبری که بالای صد تا از نظر تو، نه که واقعا بد باشه، یه یوتیوبر بگو اصلا. یوتیوبر بگم آقا اسم نمیبرم، یکی از بچهای ایرانی ویدیوشو میبینم حس میکنم که مثلا ویدیوهای خوب نمیزنه، یعنی حس میکنم که فقط میخواد علاکی پول بکشه بیرون از یوتیوب. میگیری چی میگم؟ نه اصلا زیر صدگاه یارو نه کنجا نه. آقا ویدیو مثلا میذاره یارو ویوهاش هم اومده پایین، اینستاش خفنه ها، ویوهاش توی یوتیوب پایین با ایده های بگیم زیر صدکه. بعد اون ویدیو شروع میشه آقا لایک کنی ساب کنی، یه دقیقه لایک و ساب بعد صحبت کنی. چیه داداش؟ چرا میز رو به روی ما دو تا خانم متشخص اومدن. مهدی ما راحت میتونیم همین الان دوتایی بریم دو تا خانم رو خوشبخت کنیم. نظر چی؟ با صداقت ترین آدمی که توی کامیونیتی دیدی کی بوده؟ به نظر یعنی فکر میکنی کار این سوال پرسیدم که بگه من آقا اینا آقا 97% سوال جنسی بود. دوستان عزیز هر کی این ویدیو رو 1000 لایکشو بزنه، 999 یه دونه بزنه بشه 1000 تا لایک، مهدی بهش 100000 تومان تو کامنت جایزه. ممنون از شما که اومدی اینجا. من خیلی عذر میخوام، شما دو تا کانتنت فوتبالی دیگه داشتیم به دلایلی نشد. و عذرخواهی میکنم از شما. نکته بعدی اینه که بنده میخوام هیچ چیزی نمونه. آقا ممنون از شما. خدا حافظ. خدا حافظ.